به نام خدا، علی مهدی‌زاده هستم. ادامه تمریناتمون رو داریم که برای تار و ستار. عرض کنم خدمتتون که برای این جلسه من تمرین مضراب ریز رو در نظر گرفتم که تمرین عملی هست و خارج از این دروسی که حالا داریم. البته برای مضراب ریز در خود این کتاب در جلو ترکیه میدین این یک تمریناتی هست، ولی به نظر من کافی نیست و شما حتما باید این که دو تمرینات اضافه هم انجام بدین تا مضراب ریز کاملا دستتون بیاد که به چه شکل هست. و اصلا هم چیز ترسناکی نیست، به مرور زمان بعد از چندین جلسه تمرین حتما شما به مضراب ریز خوب و قابل قبول خواهید رسید. مضراب ریز تعریف داره، تعریفش عبارت است از در تار و ستار فرق میکنه. مضراب راست و چپ متوالی که با حالت یک نواخت و فواصل زمانی مساوی هی تکرار میشه، راست و چپ متوالی. یک مضراب ریز معمولی مثلا به این شکل هست. مضراب ریز در حالت عادی همین مضراب راست و چپ متوالی هست که به سیم مضراب میزنیم. مثلا روی سیم اول ببین. روی سیم دوم. حالا تمرین مضراب ریز چطور هست؟ ما چجور میتونیم به این حالت از به این کیفیت از مضراب ریز برسیم؟ ببینید، گفتم تعریف ساده ای داره. مضراب راست و چپ متوالی رو که به مدت طولانی اجرا میشه بهش میگن مضراب ریز. شما برای اولین تمرین به صورت خیلی آهسته، منظورم این که آهسته مضراب بزنید، نه، یعنی با سرعت کم، به صورت راست و چپ، مضراب راست، مضراب چپ، مضراب راست، مضراب چپ، همینجوری بزنید به این حاله. دقت کنید موقعی که مضراب چپ میزنید دستتون به سیمای دوم یا سیم چهارم نخوره و فقط سیم اول رو. میدونم اولش سخته و هر کاری کنید میخوره، به مرور زمان با تمرکز یک کاری کنید کمتر بخوره به سیم اول. و یک مضراب چپ خوب مضرابی هست که اون کسی که داره میشنوه و دست شما رو نگاه نمی کنه نتونه تشخیص بده که این مضرابی که شما زدید الان مضراب راست بود یا مضراب چپ. چون معمولا مضراب راست کلات که میزنیم تو ستار از پایین به بالا میاد، یا در تار که از بالا به پایین میاد، صدای شفافتر، واضحتر و بهتری داره نسبت به مضراب چپ. یعنی شما وقتی میگید حالا مضراب چپتون یه مقدار در اون اوایل کار که هنوز شاید مثلا خیلی وارد نشدید یه مقدار کیفیت کمتر شاید داشته باشه، بخوره به سیمای دیگه، مثلا صداهای اضافه، رفته رفته باید طوری بزنید که کیفیت صدایی که از ساز در میاد در مضراب راست و مضراب چپ دقیقا این هم باشه، هیچ فرق نکنه. پس اول کار به این صورت تمرینمون، راست چپ به صورت دست باز، راست چپ، راست چپ، راست چپ، راست چپ، راست چپ، راست چپ. اینو که زدید خوب که روون شدی، خودت احساس کردی روون شدی، 10% روی سرعت خودت اضافه کن. اگر احساس کردی این صداش داره برات یک نواخت میشه و اذیت میکنه، میتونی در لابلای اینه که میزنی یه پرده ای هم بگیری. مثلا حالا فرض کن 50 تا مضراب روی سیم دو زدی، حالا مثلا ر رو بگیر،
اینم که رسیدی دوباره 10% خوب که تونستی بزنی میذاری رو سرعت خودت مثلا. سیم دوم هم بزنید که دستتون روی سیم دوم روان بشه. سیم سوم چهارم معمولا من ندیدم تا تو قطعه باشه که دور سیم سوم و چهارم با ریز بخواد کار داشته باشیم. باش خیلی کم پیش میاد، اکثرا همین روی سیم اول و دوم از مزراب ریز. حالا مثلا روی سیم دوم هم تمرین کنید. مسلط شدی 10% دوباره بذار رو سرعت خودت. ببین اینایی که من میگم اینجوری نیست که مثلا 10 دقیقه بزنی بگی من مسلط شدم سرعتمو بیشتر میکنم، نه. مثلا شما برای رسیدن به یک میزراب خوب به تجربه‌ای که دارم که قابل قبول باشه و قطعه رو ارزشش رو حس کنه خوب بزنید حداقل 3 ماه کار دارید. ولی خب جای بذار نگرانی نیست. شما هر روز که دارید این قطعاتی که تمرین میکنید، درسایی که میگم، همین تمرینات اضافه، لابلاش خسته شدی یه ذره مزراب ریزم برای خودت کار کن. مزار اصلا هم چیز رفتی نیست. حالا 10% بذار روی سرعت خودت. شاید مثلا بعد از یک هفته، بعد از یک ماه به این سرعت برسید. مسلط شدی دوباره 10% دیگه میذاری رو سرعت. حالا من که میگم 10% میخوایم خیلی دیگه فیلممون فرانی نشه و بتونید استفاده کنید. مثلا شاید من 50% گذاشتم رو، شما 10% بذارید روش. یعنی خیلی آروم 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 سرعتتون رو اضافه کنید که مزراب راست و چپتون با هم رشد کنه، با هم تقویت بشه و مثلا دوباره 10% آخرش میزنید روش. خیلی سریع مرور میکنم از اول، راست و چپ متوالی با سرعت کم. یه ذره سرعت چی بیشتر، نه به این فاصله بعد 10 ثانیه، شما مثلا بعد از 5 دقیقه باید این کارو بکنید. بیشتر میکنم. Thank you.
بار برن که اون کسانی که دارن دروس ما رو با ساز تار تمرین میکنن خیلی سریع همین رو با تار اجرا میکنن. مضراب راست و چپ متوالی، در تار مضراب راست از بالا به پایین میاد، راست و چپ متوالی، راست چپ راست چپ راست چپ راست چپ. شاخص‌های متمایز کننده نوازنده های خوبه، یعنی نوازنده های خوب روی مضراب ریزشون خیلی کار میکنن و مضراب ریز خیلی شست و رفته و تمیز و حساب کتاب داری دارن. تا درس بعدی همه شما رو به خدای بزرگ بسپارم. متشکرم از شما.